موسا صد سال پیش یه چی کرده بودن تسخیر کرده بودن انویدش کرده بودن مثل که بود افغانستان کردن تماما نیزی تاجکستان و ازبکستان شوروی است. اینی دینی شاخه کمکی که میمینین که چین ما شما چی داریم هم سرحد هستیم یک جستیم دی شاخه فهمیدید؟ متباقی ایزی که بگیری تا باییس پشتونستان و پاکستان است. ما چرا گفتم پشتونستان و پاکستان است؟ خاطر ازی که نمی ایسایی که در سرحد افغانستان است اینا پشتو زبان هستند که در زمان انگلیس یا انگلیسا یا خط انداغ به نام خط دیورن فهمیدی؟ یک توت خاک افغانستان است پشتونستان بود از افغانستان خارج کردش و تاریخ الیده داره پشت زوال من نمیگردم در سر زمینی که بسیار وقت افغانستان و پاکستان سر موضوع پشتونستان همیشه جنگ داشتن والا چون روسا هم لکه سر افغانستان موضوع پشتونستان تقریبا هیچ کسی علایات نمی کنن یک اصطلاح میگه وقتی که نهنگ آمد ما یه خورد از بر میبره میخوره چون نهنگ از روس امروز موضوع افغانستان و پاکستان سر پشتونستان حضب نمیزنه خاطر زمین از این میشه دیگه تاییس پاکستان است فهمیدین؟ این سی شرق و سی جنوب مملکت ما شما گوش کنید مملکت ما شما مملکت کوهستانی است کوه زیاد داره از بحر خیلی دور است بارانه موسمی داره اینی مناطق مرکزی افغانستان گوش کنین سرد است زمستان طولانی داره همیشه برف می باشن این منطقه شرقی افغانستان گرم است و پاکستان بسیار نزدیک است هم سرحد پاکستان است در اینجا زیادتر نارنج باغ میشه فهمیدین این طرف که بیای سرد شده میره کابل در اینجا است کابل در زمستان هوای بسیار سرد است شاید از شهیره رو کنم داره چیش بیه یادش بیه یا خورد بودن زمستان کابل دیان خیلی برد داره پاکستان ازی ملایم است سیب و چیزا زیاد پیدا میشه و دیگه مناطق جنوبی جنگلات زیاد داره این مناطق طرف کنرا شما نشده بودی ما مدید ترویج در مادر پیادش میه زیاد ترویج جنگلات است فهمیدی؟ و طرف های غرب افغانستان ایرات اینجا خوب آسف خیلی زمین ها داره هم سرحد از به ایران نظرت نره که طرف غرب مملکت ما شما ایران واقع است فهمیدی؟ ای بود تاریخچه جغرافی افغانستان کمک کنی بر شما چی کدام من مقدر برتان کفایت میکنه که فرض میکنم کسی از شما پرسان کنه که افغانستان در کجاست میگوین اصلا افغانستان در میدل ایست است شرق میان است فهمیدین از آسیا است در برای ازم آسیا است کانتیننت آسیا لیکن باسی تقسیم شده آسیا آسیا چی است شرقی است که ویتنام و لاوس و کمبودیا است جنوب شرق آسیا است که پاکستان و هندستانی است باس آسیا مرکزی است که نمی تاجکستان و ارمنستان و ازبکستانی است و این طرف افغانستان در چی میاد؟ در شرق میانه میاد که عبارت از ایران است، افغانستان است و عراق است و چند مملکت دیگه عربی هم است فهمیدین؟ شرق میانه است در تاریخ افغانستان باید شما بفهمیم بچیم که چه قسم یک مملکت است افغانستان افغانستان یک مملکت نسبتاً قدیمی است تاریخ بسیار قدیمی داره 5000 سال افغانستان تاریخ داره فهمیدین؟ حالا امریکا چند صد سال میشه که پیدا شده است؟ تاریخ امریکا چند سال است؟ 500 سال نزدیکه 500 سال است فهمیدین؟ چی امریکا کشف داشت اما افغانستان تمدنش 5000 سال است 5000 بلی 5000 5000 سال است خاطر عزیز که افغانستان یک مملکت بسیار قدیمی یک مملکت بسیار تمدن داشت در طول تاریخ خود تیخ است دیگه از طرف دیگه افغانستان مچم همیشه ای که زیر تاثیرات حمله خارجی بوده خاطر از این که افغانستان بین شرق بین غرب است دو وقت ای که تیارا و چیزا نبود مردم تماما تجارت شاد تفضا قافله و عصب و گو شا
شد تو را خر میکردن نه و تر زمین از بیم از طرف چین مردم میام تجارت میکردن از طرف شاید دور جای شرقی سر افغانستان میامدن از افغانستان باز تیر میشد سر ایران از ایران نمیتود اروپا میرفتن و تر زیست که افغانستان به مثل یک دروازه بین شرق و غرب بوده باز خاطر زمین چون افغانستان مثل دروازه واری بوده از مقدیم امو مردمایی که میخواستن ممالک دیگر سر شمله بکنن ممالک خود زیاد بسازن و همیشه میخواستن از افغانستان تیر شون تا هندستان برن از طریق هندستان بیان از افغانستان تیر شون با طرف غرب برن ممالک بگیرن فهمیدین؟ خاطر عزیز که در طول تاریخ بشر در طول تاریخ افغانستان افغانستان بسیار زیاد زیر پایه اسب و توپ و تفنگ ظالم ها شده است. یک وقت اسکندر کبیر از اروپا میخواست هندستان بگیره. فهمیدین؟ وقتی که اسکندر کبیر آمد سر افغانستان حمله کرد دیگه ممالک پیش از افغانستان گرفت. لیکن یک چیزی برای شما بگویم بچه‌ام ی دیادتان هم باشه اگر کسی از پر شما پرسانه میکنه که مردم افغانستان چه قسم مردم است در طول تاریخ افغانستان مردم افغانستان بیشتر مردم جنگجوی هستند جنگجوی میفهمین فایترز و خاطر از امی است که هر کسی که میخواست یا طرف هندستان برای شرق بگیره یا طرف غرب برای غرب بگیره در افغانستان که مرد تکالیف زیادی است حتی شکست خورده است اما خاطر بوده که سکندر کبیر وقتی که آمد از اروپا تماما مالک ایرانی عراقی ها را کل گرفت به آسانی فهمیدین؟ لیکن سر افغانستان که آمد بسیار تکلیف بود و این میخواست از افغانستان بیای برای سر هندستان شما میبینی از طرف ایرانی قسمی آمد دیسی کنه را دیجه که آمد سکندر کبیر بسیار تکلیف دید فهمیدین؟ خاطر از این نتانست که به طرف هندستان برای هندستان را بگیره و دنمی ایسه کنرهای جا مریض می شود عسکرهای بسیار با تکلیف می شود مادر ازی برای زیاد خط نوشته می کنه بچه هم که تو در هر سیل نقطه در هر نقطه دنیا رفتی یک تکلیف ندیدین چرا در افغانستان یک در وقت تیر شد بچهش برش کس نوشته می کنه سکندر کبیر که افغانستان عجیب و غریب مردمی داره که ما در مقابل ازی واقع هستم هرچی که می کنیم یا شکست زده نمی دانم و از طرف دیگه اینمیست که از مره صحت ما خراب شده مریض هم هستم ما فکر نمی کنم که هندستان ما بگرفته بتانم پس ما میایم به اروپا میایم گوش کردی؟ فهمیدی؟ سکندر پس از افغانستان میره به اروپا میره و هندستان گرفته نمیتونه خاطر زمی است یک انداز از کرایزی میمانه امروز مردم نورستان میگویند که از بازمانده عسکرای سکندر کبیر است که در کوه کنرا به سه نورستانی یا نترسند پس برن به اروپا ماندن مثل که این امروز ازارای فیلی افغانستان از قوم چنگیز است که ماندنی در اون بار باز درد میذاریم باز خاطر از این مردم نورستان امروزه این میگویند که از امی سکندر کبیر از عسکرایش است بعد از امیری بعد از سکندر چنگیز شما نام چنگیز شنویدین؟ آه گنگیز خان در انگلیسی میگوش نه؟ آه چنگیز یکی از مردم از نمو پادشاه وقت زمان خود بود و یک خان بود ای دسارای گوبی این دیسا در چین بوده فهمیدی؟ در چین بوده دیجه ای بسیار یک جنگجوی کنان بوده وقت ای اطراف خود تمام جایا را ختم کرد خلاص کرد میخواست که افغانستان در این وقت هم امپراتوری بود بسیار کلان بود این طرف ها کلگی ملحق به افغانستان بود خوارزمشاه میگفتش پادشاه ازی بود ای میخواست که افغانستان اگر رابطی دوستی داشته باشه امپراتوری چنگیز کرده امپراتوری خوارزم اما خوارزمشاه غلطی کرد که نماینده که چین
چنگیز خان برای به افغانستان روان کرد، کلش کشت. وقتیش کشتش باز با چنگیز بسیار با قهر و با غضب آمد سر افغانستان حمله کرد. سر افغانستان حمله کرد، افغانستان تا یک اندازه پامال کرد، اما خودش هم بسیار پامال شد، بسیار تکالیف دید و حتی نواسی خود بسیار از فامیل خود بسیار نفر دست داد افغانستان مردن. فهمیدین؟ خاطر عزیز که چنگیز خان هم تقریبا در افغانستان بسیار تکلیف داره، شکست خود باز از افغانستان زودتر مبره میره سری ایران و باسر عراق و تا اروپا میره. این قصه چنگیز بوده بچیم. بعد از چنگیز در قرن 16 و 17 شما میفهمید 17 centuries. بازی وقت می باشه که انگلیسان و تمام مالک اروپایی می خواهی که دیگه مالک استعمار خود بسازه، یعنی بگیره. باز انگلیسان مدن یه تمام من هندوستان یا را گرفتن، خود می خواستن که دیجه افغانستان را بگیرن و این طرف روسا آمدن که آسیا مرکزی بگیرن. فهمیدین؟ باز می باشه که انگلیسان چند دفعه سر افغانستان حمله می کنه، سه جنگ در بین افغان و انگلیس می شود. یه بنامه جنگ اول افغان انگلیس، دوم افغان انگلیس، سوم افغان انگلیس میگن. خب باز می باشه که ده جنگ ها انگلیس ها بسیار شکست میخورن. یک جنگ از بنام جنگ وزیر اکبر خان، یک وزیر بسیار نامدار افغانستان می باشن. کی وزیر اکبر خان؟ فهمیدین؟ این وزیر اکبر خان ده 116,000 عسکر انگلیس در مابین کابل می باشه، بغیر از دو نفر ده کلش می کشه. وزیر دو نفر از تاریخ جلال آباد که میگه خانه ما شماست نه، این از رای جلال آباد میخوان که بگریزن طرف هندستان برن و این شکست خدا بر چی بگه برای انگلیسا بگه. وزیر می باشه که یک نفر از یه طرف قاچک گیس مادر می فهمه، یعنی می طرف دشت مجا یک دیقان باز یک نفر انگلیسه که در چکم می کشه که گاو، یک نفر دیگه ازی می تانه یک دفتر است تا پاکستان برای در وقت هندستان بوده باز خبر می رسانه به انگلیسا. فهمیدی؟ از این خلاص شدیم. افغانستان یک چیز دیگر با شما میگیم در طول تاریخ افغانستان یک خوب دیار بگیری با چیم کن. افغانستان بعد از اینکه اسلام در افغانستان آمد یک مملکت بسیار مهم اسلامی شد. فهمیدین؟ و بسیار علمای اسلامی در افغانستان تربیه شد. باز اینمی علمای اسلامی رفتن در هندستان و بسیار هندستانی‌ها را مسلمان کردن. اینمی امروز 100 میلیون یا 150 میلیون مسلمانی که در هندستان هست. فهمیدین؟ ای از برکت مردم و علم اسلامی افغانستان باشه. و در طول تاریخ افغانستان بسیار پادشاهی برجسته تیر شده، لیکن یکی از اینکه بسیار دین مقدس اسلام بسیار پیش برد و بسیار نام داشت او سلطان محمود غزنوی بوده. سلطان محمود غزنوی در غزنی پادشاهی داشت و این در وقت سلطان محمود غزنوی افغانستان مرکز دین اسلام و از ایران و از بسیار گوشه دنیا و جمعه آمدن تحصیل میکردن باز میرفتن. پس باز وقتی چنگیز یا که عمله میکنه افغانستان اکثر کتابا و اکثر تاریخ افغانستان خراب میسازه، از بین میبره کتاب علمی و دیگه کلش از بین میبره. خاطر ازیز بعد از سلطان محمود غزنوی و عمله چنگیز افغانستان از نقطه نظر علم ضعیف میشه. دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است که من برای شما باید بگویم که امروز ما شما در امریکا برای چی ششتیم و چرا آمدیم و خود میفهم من خودتانم که بعد از انگلیس دیگه اواخر پلانای روسا بوده که در افغانستان میخواستن که افغانستان بگیرن. End of part one. These cars hack, these noise in my ear. So no matter how you cope.